بینندگان آی بی بی ان سلام میکنم، شبتون بخیر. ساعت نزدیک 9 شب، مسابقه قهرمانی استان تهران تموم شده، سالن خیلی خلوت. یه فرصت گیر آوردم با یه ژنتیک خوب، یه پسر بسیار مؤدب که هر جا که صحبت میکنه یا هر مسابقه هست حتما باید عرض ادبش رو به پدرش مخصوصا ببینید که خودش از مربی رشته رزمیه. طوفان سلام، خسته نباشید. سلام عرض ادب خدمت شما و بینندگان محترمتون. چطور بود مسابقه رو از نزدیک دیدید؟ مسابقه بله، خیلی سطح بدن اومده بالا. جدی؟ تو فیزی؟ ماشاءالله خیلی بچه‌ها. دست آخر قد بلندا؟ دقیقاً، خیلی عالی ان، عالی. آخرین رقابتت کی بود برومرزی؟ من آخرین رقابتم برمیگرده به 8 ماه پیش. 20 بهمن 97. بعد مستر المپیای آماتوری تونس که اونجا هم قهرمان شدم، هم نفر اول اورالی، چون سه تا اورالی داشت. آره، من نفر اولش شدم. الان یعنی کارت خیلی سخت‌تر شد دیگه، حالا برای انتخاب مسابقه و اینا چیکار می‌کنی؟ چون دیگه نمیتونی هر جایی شرکت کنی، باید هدف بهتری داشته باشی. دقیقاً همینه، چون ما بعد از گرفتن پرو کارت دیگه نمیتونیم تو ایران مسابقه بدیم و این خیلی بده. من میام ام پی سی. آره دیگه، دقیقاً وقتی من میام داخل سالن میبینم بچه‌ها با چه شور و هیجانی رو استیجن. آره. اصلا آدم یه جور چطوری بهتون میگم شوق میگیره که باز دوباره بیاد رو استیج. آره. بعد متاسفانه دیگه بچه‌ای که حرفه‌ای شدن نمیتونن این استیجا رو دوباره تجربه کنن و باید یه خورده به خودشون بجومن که واسه مسابقات حرفه‌ای، چون اونجا سطح بدن‌ها خیلی متفاوته، خیلی متفاوته، هم از لحاظ چگالی عضلانی هم از لحاظ کات خیلی فرق داره و امیدوارم که کسایی که کارت حرفه‌ای نگرفتن نگیرن اصلا. آره جالب، من با چند نفر صحبت کردم، گفتن آقا من کارت حرفه‌ای بگیریم یعنی تموم میشه. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه دیگه IFBB که نمیتونم مسابقه بدم، داخلیا کلا تعطیله، میمونه ام پی سی، میرم یا پشت ویزا گیر میکنم یا بلیتم جور نمیشه یا اسپانسر پیدا نمیکنم. همینه، من هدف من اصلا تو این رشته که اومدم کارت حرفه‌ای بود. آره. حالا که به اون هدف رسیدم، کارتو گرفتم، میبینم ای بابا مثلا من میتونستم جای پیشرفت بیشتری داشتم. آره. میتونستم. ولی خب دیگه، ولی خب خدا رو شکر همین کارت حرفه‌ای هم خب خیلی دوست دارن داشته باشن. آره. خیلی دوست دارن داشته باشن ولی دیگه خب بالاترین رده است دیگه. خیلی حالا مشکلاتی که ما داریم الان همون تو شهر خودتون تو مازندران هستی؟ بله، مازندران، شهر آمولا. آمول. آره. چی این قضیه، این قضیه اینه که خوب داره مازندران، آب و هواشه، چیشه؟ حالا با هم صحبت هم میکردیم، آقا اینا بغل دستشون قلاب میندازن 30 سانتی ماهی میگیرن، ما اینجا مصیبت داریم به خدا. چی انقدر مثلا من تو شهرم آره، مازندران چرا بچهای بابل میرم میبینم اینجوری؟ چرا بچهای شمال نمیدونم حالا چطوریه واسه ژنتیکشون، واسه آب و هواست. مثلا یه سری ها میان تازه واردن، میان تو باشگاه مثلا لباساشون که در میارن مثلا میبینی میگه اه این حداقل دیگه 5 سال 10 سال داره رژیم میوته وزن. دقیقاً میری ازش میپرسی میگه نه آقا ما مثلا سر کار میریم و نمیدونم سر زمین میریم و از این حرفا. بعد آره بیشتر شمال، بچهای شمال اینطوریه، ژن خوبی داریم ما. اون وقت اونجوری که باید شایده به نظر توجه شده به رشته و قهرمانش تو استان؟ تو استان نه، بذار من از خودم شروع کنم. آره. بدون پرده و رک بگم، من حتی زمانی که ملی پوش شدم، چون اولین نفری بودم که تو استان ملی پوش شدم و اعزام شدم تو فیزیک. تو فیزیک بله. آره. ببخشید، خواهش با. تو فیزیک. بعد حتی مسئولین هیئت پرورش اندام استان، حتی مسئولین هیئت پرورش اندام شهرستان آقا یه زنگ نزدن که بگم آقا دست درد نکنه، خسته نباشی، خسته نباشی. ناشی از چیه به نظرت؟ نمیدونم، حالا کسایی رو والا میارن یه سمتایی بهشون میدن که خاک این ورزشو نخوردن به نظر من. به نظر من اگه واقعا از جنس این ورزش باشن ما قهرمان رو باید درک کنن، باید درک کنن. آره اونم با این هزینه ها، با این سختی ها، این مشکلاتی که هست. البته میدونیم بچه های شهرستان متاسفانه محرومن، حالا مخصوصا کاری هم ندارم، شما 20 کیلومتر از تهران دور میشی، به محض اینکه از حیطه استان تهران خارج میشی مشکل تو خیلی از رشته ها نمود پیدا میکنه، بخاطر اینکه خیلی از سرمایه و امکانات تو پایتخت تجمع کرده، در صورتی که حالا الان میگم خودت هم گفتی پا
پر از استعداد. مازندران اگه مثلا یه سیستم حمایتی خوبی داشتش بکنم، چهار تا تیم ملی تو بیلدینگ و فیزیک و ماسکولار نبدونه کل همه استانامون اینجوریانا. شما لرستان بری همینه، برو سمنان، آره لرستان بدنه میاد یه جوری خشک، شما فکر کن مثلا این آدم 10 ماه رژیمه مثلا، بعد مثلا قطر پوستش مثل بادکنک میونه، بعدن اصلا مادرزاد برای این کار ساخته شده، هوای خوب، غذای خوب، ولی خب متاسفانه ساپورتی ندارن. من امیدوارم این بستر عوض بشه. به نظرت میتونی به مستر المپیا برسی؟ والا من تمام هدفم همینه که بری روی استیج مستر المپیا فیگور بگیری. من زمانی که این رشته رو شروع کردم، شاید شما باورتون نشه، من هزینه حتی پرداخت هزینه یک کراتین رو نداشتم. یه کراتین رو نداشتم و اینکه انقدر شبا به اون هدف فکر کردم. بهتون گفتم من هدفم اصلا وارد شدم به این رشته کارت حرفه‌ای بود که هر شب من به این کارت حرفه‌ای فکر می‌کردم، به این کارت حرفه‌ای، و خدا رو شکر بهش هم رسیدم. طوفان، عوض شدی از موقعی که این عنوانو به دست آوردی از نظر اخلاق و رفتار، یا اینکه نه فکر می‌کنی هنوز همون آدمی؟ نه، مثلا باعث شده بگی ای بابا من الان مثلا کارت حرفه‌ای دارم دیگه این باشگاه نرم تمرین کنم، یا مثلا با فلان کس تمرین نکنم؟ نه، اتفاقا اون بچه‌ای که من میشناسن از نزدیک با من در ارتباطن میدونن اخلاق من چطوریه. ما همون طوفان قبلی موندیم و خواهیم. بله، فکر کنم این از پدرت به ارث برده باشی. پدرشون مربی و مدرس رزمیه، معمولا تو رزمی نظم و احترام حرف اولو میزنه، سلسله مراتب خیلی مهمه. قطعا از ایشون به ارث برده، به خاطر اینکه من با پدرشونم که به صله از نزدیک برخورد داشتم همین جوریه ایشونم. عرض کنم خدمتتون که الان چند سالته؟ من متولد 1372. خب این چه جوونه دیگه، من خواستم باهاش مصاحبه کنم دیگه، فکر کنم عمرم کم. من میرسم، من شما همینجا قول میدم بی حرف شیطون کرد که یه روز مجوز مستر المپیا رو بگیرم و حداقلش رو استیج مستر المپیا قدم بزنم. حتما حتما، یه خودش افتخار خیلی است. آره خیلی است، یعنی یه المپیکه برای خودش. یه یادی هم فکر کنم از مربیات بکنیم تا الان. به الان بگی الان با کی کار میکنی؟ خیلی خوبه. من زمانی که شروع کردم تو همون شهرستان خودمون فقط با یک نفر کار کردم، اونم دکتر بهنام رحمانی بود که استارت کارم با ایشون بود. بعد اومدم ملی پوش شدم، بعد از زمانی که ملی پوش شدم فکر میکنم اولین شاگرد آقای استاد اکبرزاده باشم که تو فیزیک اولین شاگردش من بودم. یه چیز هلوهاش 2.5 سال با هم کار کردیم و همینطور استاد پژمان نجفی پور، و الان هم که در حال حاضر با استاد محسن قرنویس کار میکنم. خیلی هم عالی. دیر وقته، باور کنید هیچ کی تو سالن نیست فقط منم و طوفان. نمیخوام وقتشو بگم، میدونم راشم دوره. ازت ممنونم، متشکرم وقت گذاشتی. امیدوارم خیلی زود مثل سپر حاجی قربانی که رفت تو اولین مسابقهش خیلی خوب کار کرد، امید اسکندری بغل رانتری با استادم، و فکر کنم هیچ چی کم نداشتن واقعا. یه جورایی به عنوان یه ایرانی با این امکانات ترکوندن. امیدوارم تو هم زودتر روی سکوی خیلی خوب ببینم. شما لطف دارید، ممنونم از شما، خیلی لطف کردید. زنده باشید. بینندگان عزیز شبتون بخیر، مرسی که با ما بودید.